ترسناکترین شکار تامکت های ایرانی. سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه از کانال پارتیزان پلاس. ما امروز اومدیم با یه برنامه دیگه از معرفی مهمترین سلاح‌ها و حوادث نظامی دنیا تا اونا رو برای شما بررسی کنیم. در برنامه امروز قصد داریم به روایت یکی از عجیبترین درگیری های هوایی جهان بین F-14 ایرانی و میگ‌های عراقی بپردازیم. قبل از شروع برنامه ازتون میخوام که ما رو لایک و سابسکرایب کنیم و با این کار به ما انرژی بدیم. اگر هم سوال یا درخواستی ازمون دارین حتما توی کامنت ها بهمون بگین. این ویدیو به دو بخش تقسیم میشه که در بخش اول به شکلی مختصر به تلاش عراق برای نابودی زیرساخت‌های اقتصادی ایران می‌پردازیم و در پایان ماجرای این شکار رو براتون روایت می‌کنیم. پس لطفاً تا انتهای برنامه همراه ما باشین. جنگ اقتصادی، چهره دیگر جنگ ایران و عراق. تقریبا چند ماه پس از شروع جنگ ایران و عراق مشخص شد این نبرد به این زودی ها پایان نخواهد یافت، زیرا صدام میخواست به هر قیمتی که شده ایران رو به خاک خودش ضمیمه کنه و از طرفی ایران هم قصد آزاد کردن خاک اشغال شده خودش رو داشت. در نبرده فرسایشی ضربه به اقتصاد طرف مقابل و تخریب زیرساخت‌های اقتصادی اون تأثیر جدی بر روی روند جنگ داره. هر دو کشور ایران و عراق از لحاظ اقتصادی شدیداً وابسته به نفت بودند و بخش زیادی از درآمد نفتی دو کشور تبدیل به سلاح شده و روانه میدان نبرد می‌شد. ایران از همون اوایل جنگ ضربات شدید خودش را به زیرساخت‌های نفتی عراق آغاز کرد و عملاً راه صادرات نفت عراق از طریق دریا را مسدود کرد. از طرفی عراق هم سعی داشت با ضربه به زیرساخت‌های نفتی ایران که عمدتاً در جنوب کشور و در آب‌های خلیج فارس قرار داشت، اقتصاد ایران رو فلج کنه. ایران به واسطه نیروی هوایی قدرتمند خودش چنان ضرباتی به تأسیسات نفتی عراق زد که در برخی برهه‌های زمانی صادرات نفت عراق به صفر رسید. البته این کشور به واسطه کمک‌های مالی فراوان دیگر کشورهای عربی به حیات خودش ادامه داد. اما صدام قصد داشت با این حرکت ایران مقابله به مصر کنه. عراق از همون سالای اول جنگ حملات هوایی به تأسیسات نفتی ایران در خلیج فارس رو شروع کرد. عمده اهداف این کشور پایه‌های نفتی و نفتکش‌های ایران بودند. در چنین شرایطی نیاز مبرمی به ایجاد پوشش هوایی بر فراز این تأسیسات وجود داشت و برای این کار چه جنگنده‌ای بهتر از تامکت؟ F-14 های ایرانی با پشتیبانی تانکرهای سوخت‌رسان و جنگنده بمب‌افکن فانتوم گشت هوایی طولانی مدت بر فراز خلیج فارس را شروع کردند. این جنگنده ها به واسطه برتری بی‌قید و شرط بر جنگنده های عراقی خیلی زود آب‌های خلیج فارس را تبدیل به مدفون بسیاری از خلبانان عراقی کردند. در این میان یکی از منحصر به فرد ترین شکارای هوایی تاریخ توسط تامکت ایرانی رقم خورده. حالا که تا اینجا یه برنامه اومدیم ازتون میخوام که ما رو لایک کنین و برامون کامنت بذارین تا بهمون انرژی بدین. بریم سراغ ادامه برنامه. میگه 23 در چنگال F-14. جنگنده میگه 23 در دو نسخه شکاری و تهاجمی در خدمت عراق بودش. این جنگنده که تا مدت‌ها بهترین جنگنده روسیه عراق بود، بارها در طول جنگ شکار تامکت شد و بیش از 40 فروند از اون توسط F-14 سرنگون شد. یک تیر و سه نشان. دو تا از بهترین خلبانان تامکت در یک پرواز شبانه در نزدیکی جزیره خارک یکی از عجیبترین شکارهای هوایی تاریخ رو رقم زدن. این خلبانان که اسدالله عادلی و محمد مسبوق نام داشتن، با شلیک یک تیر موشک فونیکس سه فروند جنگنده میگه 23 رو که در حال نزدیک شدن به جزیره خارک بودن منهدم کردن. طبق خاطرات سرتیپ دوم خلبان محمد مسبوخ، وی و دیگر همکارش در یک پرواز شبانه برای پوشش جزیره خارک سه فروند جنگنده میگ 23 رو در رادار مشاهده کردند که به سرعت در حال نزدیک شدن به این جزیره بودند. جنگنده های عراقی با فاصله بسیار نزدیک به هم پرواز میکردن و با این ترفند قصد داشتن خودشون رو به عنوان یک هدف در رادارهای ایرانی معرفی کنن. اما رادار F-14 پیشرفته تر و دقیق تر از این حرفا بود. محمد مسبوخ هر سه هدف رو به تفکیک در صفحه رادار جنگنده مشاهده کرد و متوجه فاصله پروازی بسیار کم اونا شد. ایشون اینطور استدلال کردن که با توجه به سر جنگ قدرتمند موشک فونیکس، اگر این موشک به جنگنده وسطی اصابت کنه احتمالاً جنگنده های کناری هم سرنگون میشن. در نهایت با وجود ریسک بالای این تاکتیک، خلبانان ایرانی موشک رو روی میگ وسطی قفل و شلیک کردند. لحظاتی بعد بود که با اصابت موفق موشک به هدف خودش، هر سه جنگنده عراقی از صفحه رادار F-14 ناپدید شدند. خلبانان ایرانی با رادار زمینی مستقر در بوشهر تماس گرفتند و این رادار هم نابودی هر سه جنگنده عراقی را تایید کرد.
و اعلام کرد لاشه های این جنگنده ها در حوالی جزیره خارک سقوط کرده و بدین شکل منحصر به فردترین شکار هوای تاریخ رقم خورد. در موفقیت این شکار سه عامل اساسی نقش داشتند. عامل اول خلاقیت خلبان ایرانی بود که باعث شد این ایده شکل بگیره، اما عامل دوم رو باید دقت بی‌نظیر رادار تامکت دونست. رادار این جنگنده که حدود 60 سال از طراحیش میگذره دقت کافی برای تفکیک جنگنده های عراقی رو داشت. عامل نهایی این شکار هم موشک فونیکس بودش. این موشک هم به خوبی هدف از پیش تعیین شده رو کشف کرد و با استفاده از سر جنگ قدرتمند خودش که بیش از 70 کیلوگرم بود، هر سه جنگنده عراقی رو سرنگون کرد. مسلما نقش F-14 در جنگ نفتکش‌ها بی‌بدیل بود. اگر برتری بی‌قید و شرط F-14 به جنگنده های عراقی نبود، اقتصاد ایران ضربه های بسیار بیشتری می‌خورد. از اون مهمتر خلبانان تامکت بودند که بعضن با چند مرتبه سوختگیری هوایی تا 8 ساعت بر فراز آسمان خلیج فارس گشت می‌زدند و مزاحمین عراقی رو شکار می‌کردند. یاد و نام تمامی مدافعین میهن جاوید و روحشون شاد. در کلم بگم درگیری های زیادی بین نیروی هوایی ارتش با نیروی هوایی رژیم بعث اتفاق افتاد که باعث شد نیروی هوایی عراق یه جورایی به تاریخ بپیونده و از بازی خارج بشه. اصولا درگیری های دوران دفاع مقدس، مخصوصا درگیری های هوایی، کاملا یک طرفه بوده و جنگنده F-14 تامکت بیش از 150 نبرد موفق داشته. در آخر باید بگم که این نبردا جز افتخار چیزی برای ما به ارمغان نیاورده و اینکه خلبانای ما جز بهترینا بودن. خیلی ممنون که تا انتهای این برنامه همراه ما بودین. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشین. لطفاً اگه تا الان ما رو سابسکرایب نکردین، حتما این کارو بکنین و با لایک کردن این ویدیو به ما انرژی بدین. اون زنگوله رو هم بزنین تا هر وقت ویدیوی جدیدی گذاشتیم جزو اولین نفراتی باشین که اونو می‌بینه. اگر هم سوال یا درخواستی ازمون دارین حتما توی کامنت ها بهمون بگین و اینکه تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.